مسجدی 500 ساله که به تازگی در اسلام آباد پاکستان کشف گردیده بدون مراقبت رها شده است به گزارش شی ویوز به نقل از خبرگزاره های محلی حفاری مسجد 500 ساله پا... ببخشید حفاری 500 ساله اخیرا کشف شده در اسلام آباد توسط سازمان توسعه سرمایه به جای باستانشناسان به, کارگردان... به کارگران سپرده شده است انصار احمد باستانشناس به رسانه ها گفت که حفاری این دارایی ارزشمند تاریخی از زمان شیرشاه سوری توسط کارگران معمولی می تواند خسارات جبران ناپذیر را به دنبال داشته باشد وی از مقامات ارشد اداره باستانشناسی و دولت خواست تا موضوع را در مورد توجه قرار دهند و از ایمنیان اطلاع حاصل کنند هنگامی که خبرنگاران محلی با اداره باستانشناسی تماس گرفتند آنها ابراز بی اطلاعی کردند محمود الحسن یکی از مسئولان اداره باستانشناسی و موزه ها از اینکه این مسجد با آهک باستانی ساخته شده من نسیمان اطلاع نداشته است انصار احمد در این باره گفت از نظر استفاده از آهک در ساخت مسجد و سبک ساخت خاص آن این مسجد شبیه سایر مساجد در زمان شیرشاه سوری است که نشان می دهد به همان دوران تعلق دارد و بسیار قدیمی است. وی گفت که در کنار این مسجد یک آبنبار نیز وجود دارد که هم اکنون در زیر خاک مدفون شده است اما اگر حفاری شود می توان آن را بازیابی کرد. احمد افزود اگر کاوش ها زیر نظر متخصصان آموزش دیده با دقت انجام شود ممکن است برخی ظروف و وسایل تزئینی بازیابی شود اما به بخش باستانشناسی نیاز دارد که آن را زیر نظر خود بگیرد